الان وارد روش حذفی گاس میشیم که موضوع اصلی این جلسه هستش. روش حذفی گاس برای حل معادلات خطی ارائه شده. در حینی که من این روش رو خدمت شما توضیح میدم، میخوام با دو تا اصطلاح هم آشنا بشید، یکی محور یا پیوت و یکی هم عمل بک سابستیتوشن یا پس جایگزینی هستش. که دقت بکنید که علاوه بر اینکه روش حذف گاس رو میبینید، محور و بک سابستیتوشن رو هم بهش دقت بکنید. این روش به این شکل عمل میکنه که ابتدا سعی میکنه که در این معادله دوم این جمله رو حذف بکنه، پس این گام یک. بعد که این حذف شد، سعی میکنه که اینجا این رو حذف بکنه و دیگه تنها معادله که x داره معادله اول باشه. در گام بعد میاد این رو حذف میکنه و حالا میتونه امتداد پیدا بکنه، یعنی در حقیقت امتداد تمام عناصری که در ستون اول هستن به غیر از عنصر اولی که بهش میگیم حالا محور، در حقیقت به این دو میگیم محور. اینا حذف میشن، عناصر زیر محور حذف میشن. عنصری که نهایتاً اینجا قرار میگیره میشه محور بعدی ما و عناصر زیرش حذف میشه الی آخر. الان به این نمیگم محور به خاطر اینکه معادله تغییر میکنه و محور بعداً مقدار دیگه‌ای خواهد بود. خب برای اینکه این جمله 4x حذف بشه، من کافی هستش که دو برابر معادله اول رو از معادله دوم کم بکنم. پس به این معادله میرسم، 2x به اضافه 4y منهای 2z مساوی 2، منهای 4x که این میشه، این میشه 0، این هیچی. 9y منهای 8y میشه 1y، پس این محور بعدی هست، اینم محوره. و منهای 3 منهای منفی 4 فقط میشه منهای 3 به اضافه 4 که میشه z، پس این میشه به اضافه z مساوی هستش با 8 منهای 4 که میشه 4. خب همچنین که گفتم در مرحله بعد باید این منهای 2x رو حذف بکنیم. بذارید این رو همین الان انجام بدم و منهای 2x رو هم حذف بکنم. کافیه که من معادل اول رو با معادل آخر جمع بزنم. با جمع زدن این 0 میشه، 4y منهای 3y میشه دوباره y، منهای 2z به اضافه 7z میشه به اضافه 5z و این حاصل جمع که اینجا حساب بشین هم میشه 12. خب در مرحله بعد این جمله رو باید حذف بکنم که y هست و از اینجا به این میرسیم که 2x به اضافه 4y منهای 2z مساوی 2، y به اضافه z مساوی 4. و کافی که معادله دوم رو از معادله سوم کم بکنم، بنابراین y منهای y میشه 0، هیچی. 5z منهای z میشه 4z و 12 منهای 4 هم مساوی 8 میشه. خب پس من یه بار دیگه اینجا بنویسم که اینها محور هستن. یا پیوت. به این مرحله که میرسیم و یک ماتریس بالا مثلثی اینجا داریم، فقط عناصر برای قطر اصلی غیر صفر هستن و زیر قطر اصلی صفر هست، عمل پس جایگزین یا بک سابستیتوشن رو انجام میدیم. از آخر معادله متوجه میشیم که z مساوی 2 هستش. خب z رو در معادله قبلی
پس جایگذاری میکنیم، وای به اضافه دو شده 4، نتیجه میگیریم که وای هم مساوی 2 هستش. این دوتا مقدار رو در معادله قبلی پس جایگذاری میکنیم، 2x به اضافه 4 ضرب در 2 منهای 2 ضرب در 2 مساوی 2 هستش. خب این مقدار میشه 4 و نهایتا نتیجه میگیریم که 2x به اضافه 4 مساوی 2 هستش. این 4 رو ببریم اون بر میشه منفی 2 و x مساوی به نظر میسه هستش با منفی 1 منهای 2 به اضافه 4 مساوی 2 میشه. بنابراین x y و z به این شکل به دست میاد. این چیزی که الان این الگوریتمی که الان اجرا کردیم بهش میگن روش حذفی گاوس یا گاوسیان الیمینیشن. در روش حذفی گاوس ممکنه محور صفر بشه و اگر عنصر محور صفر بشه ما دیگه نمیتونیم با ضرب کردن ضریبی از اون در از اون معادله و کم کردن یا جمع کردنش به مدارات پایینی کار بکنیم که زیر عنصر محور دیگه ما صفر داشته باشیم. دو حالت داره، یه شکست دائم داره، شکست موقت داره. بذارید این حالت رو در ابتدا در شکست موقت نشونتون بدم. این معادله رو داریم و داریم روش حذفی گاوس رو روش اعمال میکنیم و به این نتیجه میرسیم که معادل اول از معادل دوم کم بشه. به این نتیجه میرسیم که میشه 1 2 منفی 1 و با کم کردن میشه 0 0 و 2. این در دور x و y و z که ضرب میشه اینجا b1 داریم، اینجا هم b2 منهای b1 رو داریم. خب ببینید اینجا عنصر محور صفر شده. بذار من این رو کامل بنویسم که متوجه مشکل بشید که وقتی محور صفر میشه چه اتفاقی میفته. حالا من میخوام این 7 رو از بین ببرم. حتی قبل از اینکه 7 رو از بین ببرم بذارید من این معادله اول رو از معادله دو برابر معادله اول از معادله سومم کم بکنم که این عنصر هم از بین بره. این میشه 0 و این میشه 3 و میشه منهای 4 به اضافه 2 که میشه منهای 2 و اینم میشه 23 منهای 2 بی 1. خب حالا من میخوام این رو از بین ببرم. برای اینکه این رو از بین ببرم قبلا کاری که انجام میدادم ضریبی از معادله دوم رو از معادله سوم کم میکردم، اما الان هر ضریبی رو از این کم بکنم فایده نداره. از معادله اول هم اگه بخوام استفاده بکنم کمک نمیکنه. چرا؟ چون وقتی که مثلا بیام 3 دوم معادله اول رو از معادله سوم کم بکنم منجر به این میشه که این عنصری که قبلا صفر کرده بودم دیگه از صفر بودن در بیاد. اما کاری که انجام میدم این هستش که جای سطرهای 2 و 3 رو عوض میکنم. اگر جای دوتا رو عوض بکنم به این شکل میشه، میشه 1 2 منفی 1 0 3 منفی 2 0 0 2 که اصلا همین الان حل شد. سه تا عنصر محور داریم که حالا اینها در این بار x z y که ضرب میشن. حتی اینش تغییر نمی کنه، x y z شون x y z میمونه، x y z چون این ترتیب عناصر رو نشون میده. مثلا 3 هنوزم متناظر هستش با y، منهای 2 هنوزم متناظر هستش با z، بعد این هنوزم x y z ده. اما اون مقداری که در سمت راست حاصل میشه اون تغییر میکنه، این میشه b1 b3 منهای 2b1 و b2 منهای b1. حالا این معادله دیگه با پس جایگزینی قابل حل هستش. پس این شکست موقت هستش، یعنی موقعی که ما محور صفر میشه یک جور یه مشکلی هستش که اینجا الان مشکل موقتی بود، با تعویض سطرها مشکل حل شدش. اما شکست میتونه دائم باشه و شما نتونید اون رو با تعویض سطرها حل بکنید. یه مثالش این هستش، معادله 1 منهای 2 3 منهای 6 در
اکس وای مساوی 11، خب من اگر سه برابر سطر اول و سطر دوم کم بکنم به این میرسم، یک منهای دو صفر صفر در اکس وای مساوی میشه با یک 11 منهای 3 8. خب الان صفر اکس به اضافه صفر وای قراره بشه 8. غیر ممکنه. بنابراین این معادله، این معادله خطی پاسخ نداره. یعنی الان ما با یک شکست دائم مواجه شدیم، دیگه نمیتونیم کاری بکنیم که این عنصر محور غیر صفر باشه، عنصر محور صفره و با تعویض سطر هم مشکلش حل نمیشه و در این مورد معادله پاسخی نداره. اما یه مثال دیگر رو ببینیم، شبیه مثال بالا هستش، دوباره همون اعداد هستن، فقط اینجا به جای 11 گذاشتیم منهای 3 که وقتی منهای 3 برابر دقیقا من فکر کنم اشتباه حساب کردم، نه به نظر درسته اینو اشتباه شاید نوشتم، این باید مثبت 3 باشه. اگر به این شکل باشه این معادله به این شکل تبدیل میشه، دوباره 1 منهای 2 صفر صفر در اکس وای این میشه 1 و 3 برابر سطر اول رو که از سطر دوم کم کنیم اینجا 0 میشه. حالا این معادله داره چی میگه؟ داره میگه 0 x به اضافه 0 y مساوی 0 که این همواره درسته. اما اتفاقی که میفته این هستش که دیگه یه معادله عملا داره دو مجهول، یعنی یک معادله دو مجهول دارید. معادلتون فقط این هستش که x منهای 2y مساوی 1 هستش، این معادله خطه و بی نهایتا پاسخ دارید. خب تا اینجا با روش حذفی گاس آشنا شدیم و من از فرم ماتریسی استفاده نکردم و همون x و y رو نگه داشتم تا ببینیم که واقعا داریم با معادلات کار میکنیم. اما همونطور که همین الان هم احساس کردید و متوجه شدید، نیازی نبودش که ما اون متغیرها رو تمام مدت نگه داریم و کنار این اعداد بنویسیم. اون چیزی که مهم هست خود این اعداد هستش و همونطور که خدمت شما قبلا گفتم در جلسه پیش، این که یک معادله خطی رو فقط ضرابش رو بنویسیم یک مطلبی هستش که چینی ها چند هزار سال پیش متوجه شده بودن و از فرم ماتریسی استفاده میکردن. خب معادله x مساوی b رو در نظر بگیرید. از اونجایی که عملیاتی که بر روی A و بردار B انجام میشه یکسان هست، عملیات سطر مقدماتی مثلا میگیم که 3 برابر سطر اول رو از سطر دوم کم بکن، هم بر روی عناصر سمت چپ معادله این اتفاق میفته هم بر روی عناصر سمت راست. کاری که انجام میدیم نستش که A و B رو کنار هم قرار میدیم و به یک ماتریسی میرسیم به اسم augmented matrix یا ماتریس افزونه و با این کار میکنیم که این مثالش رو اینجا میبینید، همون اعداد رو کنار هم میذاریم و یک ماتریس افزونه به دست میادش. خب حالا میخوام ببینیم که آیا میتونیم این الگوریتم گاس رو، این روش حذفی گاس رو، این رو به زبان خود ماتریس بیان بکنیم. الان ما یه الگوریتم رو اجرا کردیم و بیان کردیم که خب با توضیحات خدمت شما این رو معرفی کردم الگوریتم رو، ولی خود الگوریتم فرم ماتریسی نداشت. یعنی من میگفتم مثلا 3 برابر سطر اول رو از سطر دوم مثلا کم بکن، این یه عمل هست، این عمله و ما میتونیم اون رو با یک عملگری نشون بدیم، کم کردن مثلا 3 برابر سطر اول یا 3 برابر سطر اول مثلا سطر دوم. خب این یه عمل هستش و ما قبلا گفته بودیم که ماتریس ها میتونن عملگرها رو نشون بدن. میخوام ببینیم که آیا ما میتونیم همین عملیات حذف و همین عملیات تعویض سطرها رو که ممکنه رخ بده برای اینکه محور صفر نشه رو با ماتریس هایی نشون بدیم؟ پاسخ مثبت هست و دو تا ماتریس داریم که این کار رو انجام میده، که ماتریس حذف هست ای جی آی و یکی ماتریس تا
تعویض سطح هست، همون پرمیوتیشن هستش که با پی آی جی نشونش میدیم. خب به این فکر بکنید که میخوایم ال برابر سطر آیوم رو از سطر جیوم کم بکنیم، چه ماتریسی عمل رو انجام میده؟ و همچنین میخوایم جای سطرهای آی و جی رو عوض بکنیم. فکر میکنم این پایین خیلی ساده تره. برای تعویض سطرهای آی و جی عملا ما یک پرمیوتیشن میخوایم، یک جایگشت میخوایم. همه سطر سر جای خودشون هستن غیر از سطر آیوم و جیوم. پس سطر اول سر جای خودشه، یک دونه از سطر اول، صفر تا سطر دوم تا صفر تا سطر نهم، سطر دوم سر جای خودشه، صفر تا سطر اول، یک دونه از سطر دوم، صفر تا سطر سوم تا صفر تا سطر آخر تا میرسیم به سطر آیوم. در سطر آیوم نمیخوام سطر آیوم باشه، میخوام سطر جیوم قرار بگیره. پس صفر تا سطر اول، صفر تا سطر دوم، یک دونه از سطر جیوم، اینجا ستون جی هستش، یک دونه از سطر جیوم، دوباره صفر تا از سطر جی بزرفه کنم تا صفر تا از سطر آخر و ادامه میدیم تا میرسیم به سطر جیوم. در سطر جیوم میخوام سطر آیوم قرار بگیره، پس صفر تا از سطر اول تا یک دونه از سطر آیوم، بنابراین درایی که متناظر با این تصم با یک قاطی بشه. اینجا می نویسم که این ستون آیوم هستش. پس این یکی که اینجا گذاشتیم متناظر با ستون آیومه و این یکی که اینجا گذاشتیم متناظر با ستون جیوم هست و همچنین متناظر با سطر آیوم، این هم متناظر با سطر جیوم هستش. و به این ترتیب یک ماتریسی ساخته میشه که همه درایه‌ها، همه سطرها سر جای خودشون قرار میگیرن غیر از سطر آی و جی که جاشون توسط ماتریس تعویض میشه. اما برای حذف کردن میخوام ال برابر سطر آیوم رو از سطر جیوم حذف بکنم و کم بکنم و در سطر جیوم قرار دهم. خب از همین نتیجه میگیریم سطرهای دیگه غیر از سطر جیوم که اصلا تغییر نمیکنن. پس سطر اول میگه یک دونه از سطر اول و صفر از بقیه، سطر دوم میگه صفر از سطر اول، یک دونه از سطر دوم، دوباره صفر از بقیه تا میرسیم به سطر جیوم. در سطر جیوم میگیم که خب دو تا ستون رو اینجا در نظر میگیریم، یکی ستون آی، یکی هم ستون جی. چون میخوام کم بکنم باید خود ستون جیوم رو یکی اش رو داشته باشم، یعنی یک دونه از ستون جیوم منهای ال تا از ستون آیوم. اگر این رو ضرب بکنیم سطر اول صفر تا از سطر دوم منهای ال تا از سطر آیوم، چون در ستون آیوم هستش که من مقدار منهای ال رو نوشتم، این ضرب میشه در سطر آیوم و میشه منهای ال تا از سطر آیوم و دوباره صفر تا اینکه دوباره یک دونه از سطر جیوم رو خواهیم داشت و بعد از اونم دوباره صفر. با ضرب کردن این ماتریس در حالا ماتریس سمت راست خودش، کاری که انجام میشه این هستش که همه سطرها و مقدار قبلی خودشون رو خواهند داشت غیر از سطر جیوم که از اون سطر منهای ال برابر سطر آیوم کم میشه. خب با این دوتا نکته که گفتم، یعنی تعریف ای جی آی و پی آی جی، ما میتونیم خود روش حذف گاس رو به زبان ماتریسی بیان بکنیم که خیلی خیلی به ما کمک میکنه که بتونیم راجع به اون قضایی رو اثبات بکنیم. بنابراین اصولا میشه گفتش کل کاری که الگوریتم حذف گاس انجام میده این هست که بذارید رو با شکل نشون بدم. دیدیم که عناصر زیر قطر اصلی رو شروع میکنه صفر کردن. اول عنصری که صفر میکنه، خب عنصر یک و یک که روی قطر اصلی هیچی، اول عنصری که صفر میشه عنصر دو و یک هستش، بعد از اون سه و یک هست، بعد از اون چهار و یک هست تا n و یک. خب پس میتونیم بگیم که اینجا شاید
بهتر بود این پرانتز رو نمیذاشتم. پس میتونیم بگیم که ابتدا عناصر ستون اول یه سرش هست میشه E21, E31 تا EN1 که ترتیبش هم همین هست، ابتدا درایه 21 هست میشه، بعد درایه 31 هست میشه تا درایه N1 که کل اینها میشه مربوط هستن به ستون اول. بعد از اون وارد ستون دوم میشیم. در ستون دوم عنصری که روی قطر اصلی هست 2 و 2 هست، درایه 2 و 2 هستش که زیر اون اولین عنصری که قرار میگیره میشه 3 و 2، بعدش میشه 4 و 2 الاخر. پس دوباره از 3 و 2، 4 و 2 تا n و 2 رو ما حذف میکنیم، اینا میشن ستون دوم، تا اینکه میرسیم به ستون یکی مونده به آخر، چون اینجا که n و n هست که دیگه زیر قطر اصل عنصر وجود نداره، اینجا n-1 و n-1 هستش عنصری که روی قطر اصلی قرار داره و زیر اون عنصری هستش که اندیسش n و n-1 هست که توسط همین ای n و n-1 هست میشه که میشه ستون n-1. پس دیدید که ما تونستیم روش حذف گاس رو به صورت ضرب یک سری ماتریس در ماتریس آ نشون بدیم که با ضرب شدن این ماتریس ها در ماتریس آ نهایتاً ما یک ماتریس بالا مثلثی خواهیم داشت. خب همین مسئله رو که حل کردیم بیام اولا از ماتریس افزونه استفاده بکنیم و ثانیاً بیایم و اون رو با استفاده از ماتریس های حذف نشون بدیم، یعنی بدونی که الگوریتم رو به زبان طبیعی بیان بکنیم که مثلا من اینقدر برابر از سطر اول و از سطر دوم کم کردم، بیایم بگیم که ماتریس E21 رو در ماتریس A ضرب کردیم. خب اولین کاری که انجام دادیم این بود که 2 برابر سطر اول رو از سطر دوم کم کردیم، پس این میشه منهای 2 در اینجا قرار میگیره. یعنی وقتی اون داریم ضرب میکنیم میگیم سطر اول که همون سطر اول میمونه، سطر سوم هم که همون سطر سوم میمونه، اما سطر دوم میشه 1 دونه از سطر دوم منهای 2 تا از سطر اول. خب اگر این ضرب رو انجام بدیم اینجا 0 میشه، اینجا 1 میشه، اینجا میشه 1 و اینجا هم میشه 4. در گام بعد باید این درجه منفی 2 رو حذف بکنیم و برای اینکه منفی 2 حذف بشه کافیه که سطر اول با سطر سوم جمع بشه. پس میگیم 1 دونه از سطر اول، 1 دونه از سطر سوم، 0 از سطر دوم. که E32 E21 بخشید E31 E21 A این نهایتاً میشه این ماتریس، این سطر که دست نمیخوره، اما سطر زیریش این درجه 0 میشه، اینا با هم جمع میشن دیگه، منفی 3 به اضافه 4 میشه 1، 7 به نهای 2 میشه 5 و 10 به اضافه 2 میشه 12. خب در گام بعد باید فکر میکنم اینجا این رو اشتباه گذاشتم که ایسه دو باید اینجا باید 0 باشه، اینجا باید بگیم که چه مقداری هستش. حالا این رو می‌نویسم چه مقداری باید این درایه رو تعیین بکنیم که 0 تا از سطر اول، چند تا از سطر، یه دونه هم از سطر سوم، سطر سوم خودشو داریم. اینجا اگر منفی 1 تا از سطر دوم رو من جمع بکنم با سطر سوم، درایه 3 2 هم 0 میشه. بنابراین 0 1 1 4، اینجا 0 منفی سطر دوم به اضافه سطر سوم، اینجا میشه 0، اینجا میشه 4 و این هم میشه 8. خب همون الگوریتم اجرا کردیم، فقط اینجا ماتریس های
IC2, IC1 و IC2-1 رو به دست آوردیم که اینها رو که در هم ضرب بکنم یک ماتریسی به دست میاد. اون ماتریس اگر در ماتریس A ضرب بشه اون رو یک ماتریس بالا مثلثی میکنه.